همیهنان عزیز کجا هستید؟ حواستون هست چه اتفاقی داره میافته یا نه؟ حالتون رو نمیپرسم چون ظاهراً حال دل شما چند صد متر از حال دل بقیه مردم ایران خیلی بزرگتره، خیلی هم سرحاله و هیچ دغدغه‌ای ندارید. چرا فکر میکنید شما تافته جدا بافته از سایر مردم ایران هستید؟ تو این 43 سالی که جمهوری اسلامی کشور ما رو اشغال کرده این همه ادعا میکنه کرامت انسانی، ظاهراً کرامت انسانی شما رو حفظ کردن، ظاهراً حقوق شهروندی شما حفظ شده، ظاهراً تمام آن چیزی که شایستگیشو داشتید بهش رسیدید و هیچ دغدغه‌ای ندارید. اما سایر مردم ایران بیش از 75% زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و شرایط مناسبی اصلا ندارن، حال دلشون اصلا خوب نیست. چرا الان در این شرایطی که بیشتر بخشا دارن دست به اعتصاب میزنن شما سکوت کردید؟ کجا هستید؟ واقعا دارید چیکار میکنید؟ چرا فکر کردید مرگ خوبه ولی برای همسایه و برای شما اتفاق نمیفته؟ اگر شما درست نگاه بکنید از سال 57 تا به امروز حداقل در هر خانواده‌ای دو تن از عزیزانتون رو به دلیل ندونم کاری و بیدرایتی و بیکفایتی جمهوری اسلامی از دست دادید، چه جوون باشه چه افراد میانسال یا کهنسال، به دلیل بیماری هایی که امروز در بیشتر کشورهای جهان درمان میشن ولی در کشور ما به دلیل اینکه یک حکومتی اومده کشور رو اشغال کرده که اصلا به فکر مردم نیست، اصلا براش اهمیت نداره. امروز بیشتر بیماری هایی که مردم کشور ما در داخل ایران دارن جونشون از دست میدن در کشورهای مثل جیبوتی و تانزانیا و آفریقای جنوبی دارن درمان میشن. امروز شما شاهد این هستید کارکنان و مهندسان پالایشگاه تهران دست به اعتصاب زدن، متعاقب اون پالایشگاه آبادان و پتروشیمی ها، فولاد خوزستان، فولاد اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، مس سرچشمه کرمان، همه اینها دست به اعتصاب زدن. بقیه کجا هستید شما؟ الان وقت اون رسیده رانندگان عزیز تریلی، اتحادیه کامیونداران، الان وقت اعتصابه. الان در زمانی ما داریم به سر میبریم که فقط باید بخش کادر بهداشت و درمان سر کار باشن، اونم به دلیل خدمات رسانی به همیهنانی که نیاز دارن درمان بشن. بخش معلم‌ها، دانشجوها، مهندسین، حتی پزشکانی که مطب خصوصی دارن و در بیمارستان‌ها کار نمی‌کنن، بخش سازمان هواپیمایی کشوری، همه اینها باید دست از کار بکشید. امروز بیشترین آسیبی که داره به مملکت میخوره از جانب شما هستش. ورزشکاران و هنرمندان کجا هستید شما؟ شما دستمزدهای چند میلیارد تومانی میگیرید که از پول خون مردم ایران هست، اما براتون اهمیت نداره مردم ایران دارن چجوری زندگی میکنن. شما پس فردا باید جوابگو باشید. امروز باید همراه مردم ایران بود، امروز باید همراه اون کارگران نیشکر هفت‌تپه، تمام کارخونه ها و پالایشگاه ها و سرکوهای نفتی و همه و همه بود تا به نتیجه رسید، تا از جمهوری اسلامی بتونیم به صورت مسالمت آمیز گذر کنیم. بزرگترین نافرمانی مدنی در راه گذر از جمهوری اسلامی اعتصابی هستش که دست زدن بهش. روز گذشته شرکت توانیر اعلام کرده که به اعتصاب خواهد پیوست. این میدونید یعنی چی؟ اگر در کنار توانیر که تأمین کننده برق سراسر ایران هست، شرکت آفا هم بیاد این کارو بکنه و تمام شرکت هایی که طرف قرارداد شهرداری هستن برای نظافت شهری، اونها هم دست از کار بکشن، یک جا تکلیف مردم با آیندهشون روشن خواهد شد. دوستان این صدا رو پخش بکنید. این صحبت ها طیفی نیست، بستگی به یک اندیشه سیاسی نداره، برای تمام مردم ایران هست که امروز تکلیفشون رو یک بار با خودشون معلوم بکنن، یک بار با کشورشون، یک بار با نسل‌های بعدشون معلوم بکنن. امروز وقت اون رسیده که مطمئن بشید ابراهیم رئیسی اومده تا اسرائیلی که به اسم جمهوری اسلامی از سال 57 تو کشور ما لونه کرده رو بیاره تو خونه تک تک ماها بنشونه و لباس سیاه تن تمام مردم ایران بکنه. پس ما باید پیش دستی بکنیم. اگر در 8 سال جنگ جوانای ما رفتن کشته شدن که 1 سانتیمتر از خاک ایرانو به اجنبی ندن، چطور میشه سکوت میکنی و 43 سال ان ایرانیانی
کسانی که اصلا ایرانی نیستن خاک کشور رو اشغال کردن، ناموسمون رو میفروشن، آب و خاک کشورمون رو فروختن، هیچی برای ما باقی نذاشتن و ما در کمال آرامش بدون دغدغه میخوایم زندگیمون رو ادامه بدیم و اصلا حواسمون نیستش که چه اتفاقی داره برای کشورمون و نسل آینده میافته. همینان عزیز، جمهوری اسلامی هیچی ازش نمونده. اگر دست به اعتصاب نزنید و ما جمهوری اسلامی رو سرنگونش نکنیم، مافیا خواب بدتری رو با ابراهیم رئیسی برای ایران و ملت ایران دیده. از تمام اتفاقاتی که در طول همین 3 ماه گذشته تا دیروز افتاده، شما میتونید برنامه آینده رو ببینید که چه خوابی رو برای شما دیدن و قرار چه اتفاقات فجیعی در کشور ما رخ بده. حمایت 100% از اعتصابات بخش کارگری، بخش‌های دیگه، بخش کارمندی، اتحادیه‌های مختلف در سرتاسر ایران، وظیفه ملی میهنی تک تک ما ایرانیان چه در داخل و چه در خارج است. باید این اعتصاباتی که الان به صورت جست و گریخته در 8-9 منطقه هستش رو تبدیل کنیم به اعتصابات سراسری. بازار تعطیل بشه، بخش‌های کارگری و کارمندی در سراسر ایران تعطیل بشه، بخش‌های خدمات رسانی شهری، حتی تاکسی رانی در تمامی شهرها باید تعطیل بشن. سکوت نکنید، پخش کنید، بذارید مردم بدونن که شرایط امروز ایران حادترین شرایطیه که نمیتونید فکرشو بکنید که چه خوابی دیدن برای ما، چه اتفاقاتی رو میخوان رقم بزنن. عزیزان، بی تفاوت نباشید. بی تفاوتی امروز شما فقط خیانت به ملت ایران و کشور ایران نیست، خیانت بزرگی حتی به خانواده خودتون که باید شاهد این باشین فرزندانتون، عزیزانتون رو جلو چشمتون کفن کرده بذارن رو زمین. این ویدیو رو دست به دست پخش کنید تا به دست همه برسه. پیروز و پرتوان باشید. پاینده ایران بزرگ، تا ابد جاوید شد.